فصل سوم. این را یقین بدان که در ایام آخر روزگار سختی خواهد بود، زیرا آدمیان خودخواه و پول پرست و لافزن و مکرور و توهین کننده و نسبت به والدین نافرمان و ناسپاس و ناپاک و بی‌عاطفه و بی‌رحم و افترا زن و ناپرهیزکار، درنده خو، متنفر از نیکی، خیانتکار، لاقید و خودپسند خواهند بود و عیاشی را بیش از خدا دوست خواهند داشت. ظاهراً خدا پرستند ولی واقعیت آن را انکار می نمایند. از این اشخاص دوری کن، زیرا بعضی از آنها به خانه ها راه می یابند و زنان سبک مغز را که زیر بار گناه شانه خم کردند و دستخوش تمایلات گوناگون هستند به چنگ می آورند. این زنان دائما در پی اطلاعات تازه هستند ولی هیچ وقت نمی توانند حقیقت را درک کنند. همانطور که ینیس و یمبریس با موسی مخالفت کردند، این اشخاص نیز با حقیقت مخالفند. افکارشان فاسد شده و در ایمان مردود هستند. اما پیشرفت آنان بیش از این نخواهد بود، زیرا حماقت آنها بر همه آشکار خواهد شد، درست همانطوری که حماقت ینیس و یمبریس معلوم گردید. اما تو از تعلیم و رفتار و هدف من در زندگی آگاه هستی و ایمان، بردباری، محبت و پایداری مرا دیده و همچنین رنج و آزاری را که در انتاکیه و ایقونیه و لیستره دیدم مشاهده کردی و می‌دانی چه آزارهایی به من رسید و چگونه خداوند مرا از همه اینها رهایی بخشید. آری، همه کسانی که مایلند در اتحاد با مسیح عیسی زندگانی خداپسندانه‌ای داشته باشند رنج و آزار خواهند دید. اما مردمان شریر و شیاد از بد بدتر خواهند شد. آنها دیگران را فریب می‌دهند و خود نیز فریب می‌خورند. و اما تو به آن چه آموخته‌ای و به آن اطمینان داری وفادار باش، زیرا می‌دانی از چه کسانی آن را آموختی و از کودکی با کتاب مقدس که قادر است به تو حکمت ببخشد تا به وسیله ایمان به مسیح عیسی نجات یابی آشنا بوده ای. تمام کتاب مقدس از الهام خداست و برای تعلیم حقیقت، سرزنش خطا، اصلاح معایب و پرورش ما در نیکی مطلق مفید است، تا مرد خدا برای هر کار نیکو کاملا آماده و مجهز باشد.